به نام خدا. سلام، به اپیزود 42 از سلفی کست خوش اومدید. سلفی کست در مورد خودشناسی و در این برنامه میخواییم راجع به تأثیر جنسیت بر شخصیت افراد صحبت بکنیم. شاید شما قالب‌های فکری مثل مردان مریخی و زنان ونوسی رو شنیده باشید، اما اینها با حقایق علمی فاصله دارن و ما در این برنامه میخواییم یه مقداری از حقایق علمی رو در این مورد با همدیگه بررسی بکنیم. مارکو دل جیودیچه عصبشناس ایتالیاییه که در زمینه تفاوت‌های شخصی بین زنان و مردان پژوهش‌هایی رو انجام داد و از یک نمونه 10,000 تایی آزمایش‌هاش متوجه شد که تفاوت‌های به خصوصی در میان مردان و زنان وجود داره. این تحقیقات نشون می‌دادن که یک سری از خصوصیات در خانم‌ها بیشتره و یک سری خصوصیات در آقایون. خصوصیاتی که در مورد خانم‌ها بود حساس بودن، صمیمیت و دلواپس بودن بود و خصوصیاتی که در مورد آقایون پررنگ‌تر بود، ثبات هیجانی، اقتدارگرایی، هوشیاری نسبت به قوانین و احتیاط و حواس جمعی بود. قسمت‌های دیگه‌ای از این پژوهش نشون میده که زنان در مقایسه با مردان راحت‌تر و سریع‌تر دیگران رو درک می‌کنن و با اونها همدلی می‌کنن. اونها در توجه و فهم احساسات طرف مقابل بهتر عمل می‌کنن. و از طرفی توانایی بالایی در پرورش و رشد دادن دیگران دارند. در طرف مقابل مردان جدیت و سختی بیشتری دارند و از نظر ذهنی بیشتر مراقب تهدیدات و خطرات احتمالی هستند. مثلا مادری که قصد تنبیه کودکش رو داره، این کار رو با ظرافت و دقت نظر زیادی انجام میده و سعی میکنه ملایمت و انعطاف در مورد اون داشته باشه. اما پدر این کودک احتمالاً با جدیت و قاطعیت بیشتری اقدام میکنه و نسبت به اون سختگیرتر میشه. مردا تصمیمی که معتقدن درست و منطقیه سریعتر انجام میدن، اما زنا ممکنه در اجرا کردن تصمیماتشون دچار تردید بیشتری بشن یا انعطاف بیشتری از خودشون نشون بدن. پژوهش‌های مشابه دیگه‌ای هم انجام شد توسط مککری و کاستا. این دو پژوهشگر سعی داشتن تفاوت‌های شخصیتی مردان و زنان رو با مدل 5 عاملی شخصیت بررسی بکنن. این پژوهش‌ها در سال 2001 انجام شد و در اون بیش از 23,000 نفر زن و مرد از 26 فرهنگ و قومیت مختلف از سراسر دنیا توی آزمون شرکت داده شدن. در نهایت این نتایج به دست اومد که زنان از نظر صمیمیت، رفتار دوستانه، اضطراب و نگرانی و حساس بودن نمره بیشتری نسبت به مردان میارن، در حالی که مردان از نظر جرأتمندی و پذیرش ایده های جدید نمره بالاتری نسبت به زنان کسب میکنن. علاوه بر این یه نتایج دیگه هم از این پژوهش به دست اومد، اینکه زنان در مقایسه با مردان در ارتباطات اجتماعی رفتار خوشایندتری دارند و شخصیت نوروتیک بودن در زنان نسبت به مردان بیشتره. در مقابل صفت برونگرایی و پذیرا بودن نسبت به تجربه های جدید در مردان قوی تر و پررنگ تر بود. در ارتباطات اجتماعی زنا سعی می کنند که تا حد ممکن تعارض و اختلاف نظری به وجود نیاد، در حالی که مردان همیشه از چالشی بودن و بحث و تبادل نظر بیشتر استقبال می کنند. یه دلیل دیگه برای تفاوت‌های شخصیتی میان زنان و مردان توقعات و انتظاراتیه که اجتماع ازشون داره. مثلا از زنان انتظار میره که دلرحم و لطیف باشن، در حالی که مردان باید سرسختی و جدیت بیشتری در جامعه از خودشون نشون بدن. همین نقش‌ها و توقعات کلاسیک اجتماعی هم خودش عاملی میشه که این تفاوت بین زنان و مردان ایجاد بشه. تفاوت دیگه‌ای که بین مردان و زنان وجود داره در عملکرد مغز زنان و مردانه، که البته تفاوت‌های زیادی هست، اما اینجا به یکیش اشاره می‌کنیم. شما حتما شنیدید که خانم‌ها میتونن چند کار رو همزمان انجام بدن ولی مردان نمیتونن این کار رو انجام بدن. البته این همزمان بودن نیست، این به خاطر توانایی مغزی خانم‌ها هست که سویچ کردن بین دوتا کار رو میتونن خیلی سریع انجام بدن، اما آقایون سویچ کردن بین کارها رو خیلی دیرتر انجام میدن، بنابراین نمیتونن چند تا کار رو همزمان انجام بدن. دوستان، این اپیزود هم به پایان رسید. امیدوارم که یک درک مناسبی بتونید با این اطلاعات از خودتون و دیگران پیدا بکنید و بتونید با درک بهتر دیگران روابطتون رو بهبود ببخشید. مثل همیشه ازتون میخوام که ما رو حمایت بکنید و منتظر اپیزودهای بعدی ما باشید. تا اپیزودهای بعدی، خدا نگهدار.